بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، با دوره آموزش فناوری ذرات یا همون پاودر تکنولوژی در خدمتتون هستم. ما تو این دوره تمرکز اصلیمون بر روی بسترهای سیال هست یا فلودایز بت ها که تو صنایع مختلف دیده میشن، رفتاری که ذرات داخل این بسترها دارن، رفتاری که خود بستر داره و مفاهیم و یافته هایی که معمولاً بر مبنای تجربی هست، تو این دوره در خدمتتون خواهیم بود. در فصل‌های مختلفی مباحث مختلف رو خدمتتون میگیم. توی فصل اول خب مقدمات و تعاریف ابتدایی رو با هم خواهیم داشت. یعنی این که در ابتدا یاد میگیریم که اساساً پدیده سیالیت یا فلویدایزیشن چه معنی داره، چه مفهومی داره و برای عملیات صنعتی چه بسترهای سیالی وجود دارند. در مورد مزایا و معایب بسترهای سیال صحبت میکنیم. مثلا بسترهای سیال نسبت به بسترهای ثابت به دلیل انتقال حرارت و انتقال جرم بالاشون خیلی مورد توجه هستن، اما خب معایبی هم دارن. در موردشون صحبت میکنیم. یک اشاره میکنیم به سیستم‌های گاز جامد از نوع واکنشی که ما تمرکز اصلیمون روی بحث گاز جامد هستش و کاربردهای صنعتی بسترهای سیال رو با یک مثال معروف، اونم فرایند FCC، خدمتتون میگیم. پس تو فصل اول کلیات در مورد سیالیت یاد میگیریم. تو فصل‌های بعدی در مورد انواع رژیم‌ها صحبت میکنیم. این ذرات داخل این بسترها چطور حرکت میکنن، صعودشون و سقوطشون و در واقع نیروهایی که به همدیگه وارد میکنن، افت فشاری که محاسبه میشه، خود ذرات تقسیم بندی میشن. ما ذراتی داریم که این قسمت جامد و منظورمه، ذرات داریم که کوچیکترن، بزرگترن، سایز ذرات و شکل هندسی ذرات روی رفتار سیال اثر داره. اینا چیزایی هم که ما میخوایم تا پایان این دوره در خدمتتون باشیم. عنوان دوره همون فناوری ذراته، ولی خب خیلی شبیه و خیلی مشترکاتی داره با دوره هایی که در مورد سیال سازی یا مهندسی سیال سازی گفته میشه. تو اونها هم ذره و ذرات و تکنولوژی های مربوط به اون و محاسباتی که توی یک بستر سیال برشون اتفاق میفته اصلی ترین مباحث اون دوره ها هستن. اولین مفهومی که شما باید تو این دوره باهاش آشنا بشید بحثیه به اسم پدیده سیالیت. به طور کلی سیالیت عملی است که در آن ذرات جامد از طریق معلق کردن در یک گاز یا مایع، یعنی یک سیال، به یک حالت شبیه سیال درآورده می شود. این ذرات جامد مثلا میتونن دانه های کاتالیست باشن. شما تصور کنید یک بستری وجود داره، یک گاز یا مایع از پایین داره تزریق میشه، قاعدتا به سمت بالا میره و خب ذراتی هم از سالید یا جامد توی اون وجود دارن و در اثر این حرکت این گاز به سمت بالا یا حالا گاهی اوقات حرکت‌های جهات دیگه هم داره و برهمکنش‌هایی که بین ذرات جامد با هم و این گاز وجود داره، اتفاقات مختلفی میفته تو این بستر و می‌خوام در موردش با هم صحبت بکنیم. این روش تماس داره یک سری رفتارهای پیچیده‌ای هستش و مهندسی سیال سازی، چیزی که ما این تو این دوره می‌خوایم در موردش حرف بزنیم، کارش اینه که این رفتار این بسترها، سیالیت، جامدهای داخلش، ذرات داخلش، رفتار گازش و چیزهای مختلف مربوط به این رو خدمت شما ارائه بکنه. یعنی کار این علم مهندسی سیال سازی اینه که فناوری ذرات و بحثهای مربوط به رفتار اونها رو خدمتتون بگیم. خب حالا بیاییم با همین مقداری در مورد این خود این بستر سیال بیشتر با هم صحبت بکنیم. ما اگر یک بستری داشته باشیم، یک سری ذره جامد ریخته باشیم و این یک ارتفاعی داشته باشه به اندازه LM فرض کنیم، از این پایینم داره گاز یا مایع با سرعت کم به این وارد میشه. خب بسته به این که سرعت این گاز یا مایع چقدر باشه، اتفاقات مختلفی میفته، حالتها یا رژیمهای مختلفی ایجاد میشه که میخوایم در موردشون تا پایان این دوره با هم صحبت بکنیم. ما از حداقل سرعت شروع میکنیم تا برسیم به سرعت‌های خیلی بالا. در کمترین حالت ممکن و در اولین حالت ممکن، حالتیه
که این سیال شما به آرامی از بین این ذرات جامد، ذرات ممکنه ذرات کروی یا هر شکل دیگه باشن، به آرامی از بین این ذرات جامد حرکت کنه، از فضاهای تهی بین اینا حرکت کنه بره بالا و عملا تکونی به بستر یه جورایی نده. اگر در این حالت باشیم که سرعت باید خیلی کم باشه، سرعت گاز و مایع خیلی باید کم باشه، عملا هنوز شما سیالیت ندارید. یک گام قبل از سیالیت هستید، یک حالت یا یک رژیم قبل از سیالیت هست، بهش میگن حالت بستر ثابت یا فیکس بد، یعنی هنوز فلودایز بد نشدید. پس این حالتیه که این گازهای ما، این ذرات سیال ما از بین ذرات جامد با آرامی عبور کنن برن بالا، خیلی تکون تو بستر اتفاق نیفته. خب یه مقداری سرعت گاز رو بیشتر میکنیم، یه حالتی پیش میاد که در سرعتی کمی بالاتر از حالت الف، حالت ای، که همه ذرات توسط گاز یا مایع مورد نظر ما به طرف بالا حرکت میکنن، یه جورایی معلق میشن. خب چه اتفاقی از نظر موازنه نیرو میفته؟ در این نقطه، در این حالت، در این رژیم سیال، نیروی استکاکی بین ذره و سیال متوازن و مساوی با وزن ذراته و اینا حالت معلق به خودشون میگیرن. در مورد فشار هم بخوایم صحبت کنیم، نیروی فشاری ناشی از مواد فوقانی، مواد بالا سر، بین ذرات مجاور از بین میره و اتفاق که میفته اینه، افت فشار در طول، یعنی دلتا پی الوم، افت فشار در طول هر قسمتی از بستر ما برابر میشه با وزن سیال و ذرات. بازم همون حرف قبلیمه، یعنی ما یک حالت معلق هستیم. تو این حالت بستر ما سیال شده در نظر گرفته میشه، اما در حالت حداقل سیالیت، بهش میگن مینیمم فلودایزیشن، و همه پارامترهای مربوط به این حالت رو با یک در واقع ام اف، مثلا میگن یو ام اف، یعنی سرعت مینیمم فلودایزیشن، و پارامترهای دیگه هم مثلا ال ام اف، یعنی دقت کنید طول بستر ذره منبسط شد، اما در حالت حداقل سیالیتی. این شروع سیالیت ماست که اون سرعتی که حداقل این ایجاد کرده میگن یو ام اف، و از اینجا به بعد شما هر چقدر سرعت رو بیشتر کنید میزان سیالیتت شدیدتر و تشدید میگیره و حالتهای عجیب غریب ممکنه پیش میاد. پس به این حالت بی بگیم مینیمم فلودایزیشن. یه مقداری سرعت رو اگر بیشتر کنیم، یک حالتی پیش میاد که بهش میگن اسموت فلودایزیشن، یا بستر سیال ملایم، بستر سیال همگون هم بهش میگن. تو این حالت عملا شما یک انبساط یک نواخت و مداوم در بستر ملاحظه میکنه، این میشه حالت سی بعد از حالت بی. یه مقدار اگر سرعت رو باز بیشتر بکنیم، یک حالتی پیش میاد بهش میگن سیالیت حبابی یا بابلینگ فلودایزیشن. یه جورایی نسبت به حالت قبلی ما شدت جریانمون بیشتر شده، پس به هم ریختگی بیشتری توی حرکت ذرات داریم، آشوب بیشتری میبینیم، اون نظم و یک نواختی و ملایمت از بین میره و به این حالت میگن بابلینگ، که در موردش ما خیلی صحبت خواهیم کرد. یادتونم باشه که دیگه جورایی حالتی پیش میاد که بستر ما خیلی بیشتر از حجم حالت مینیموم منبسط نشده، یه حالت نگاه به سقفی میرسه، از اون بیشتر منبسط نمیشه و به این حالت میگن بابلینگ. ما این حالت رو در سیستم های مایع و جامد هم شبیهش میبینید، فرند این حالت گاز رو صحبت میکنید، در حالت مایع هم میبینید، مثلا در این حالت بهشون میگن بسترهای سیال متراکم. خب توجه هم بکنید که ما تو این حالت سی سیالمون لیکوید گرفتیم و اینو ایجاد کرد، در حالت دی سیال و گاز گرفتیم، یعنی این با ویژگی بسترهای مایع جامده که این میشه و این هم ویژگی بسترهای گاز جامده و ما هم تو این دوره در مورد این خیلی بیشتر صحبت میکنیم. باز بریم جلوتر، سرعت گاز رو اگر بیشتر بکنیم، یک حالتهایی پیش میاد، اتفاقاتی میفته که بهش میگن حالت اسلاگینگ یا لخته‌ای، یعنی در گذر زمان این حبابهایی که ایجاد شده بود لابلای این بسترهای جامد به همدیگه میپیوندن و اجرای رشد میکنن و اگر
فرصت کافی یا عمق کافی تو بستر موجود داشته باشه، ممکنه به اندازه قطر ظرف هم حتی بزرگ بشن. به این حالت میگن حالت اسلاگینگ، البته اسلاگینگ محوری، لخته های محوری ما داریم. حالت های دیگه حالتیه که دیگه مثلا شما در سرعت دیگری هستی یا در حالتی هستی که مثلا ذرات درشت شدن. مثلا این حالت ذرات ریز، ذرات اگر درشت بشن ممکنه ما حالت لخته‌ای مسطح رو ببینیم. و حالت‌های دیگه هم داریم، مثلا اگر به حالت درهم برسیم بهش میگن سیالیت درهم یا سیالیت فاز رقیق همراه با انتقال بادی که بهش میگن پنوماتیک ترانسپورت هم ممکنه ببینیم. اینا ویژگی‌های مختلفیه که بسته به نوع بسترتون، بسته به سرعت این سیالتون و بسته به اندازه ذرات ممکنه دیده بشه. اینها انواع مختلف تماسی بودن که ما ممکنه ببینیم و انواع مختلف رژیم هایی که در یک بستر سیال دیده میشه. به برخی از اونها در فصل های آینده میپردازیم، روابطش رو میگیم و یادتون باشه که بسیاری از روابط مربوط به پدیده سیالیت به خاطر پیچیدگی های بالایی که داره مبتنی بر روابط تجربی و یافته ها و مفاهیم تجربی هن. و البته از دل اونا رابطه هایی هم استخراج شده، ولی بسیار از مفاهیم به تجربه، با عکس برداری، با ترک کردن رفتار سیال و رفتار ذره داخل بستر دیده شده و خب لزوماً قطعی قطعی هم نیستن، تقریبی از رفتار سیال. خب مقدمه دیگه که تو این فصل میخوایم بگیم بعد از اینکه با مفهوم سیالیت و انواع رژیم ها آشنا شدیم، خب ما میدونیم که در عملیات صنعتی و واحدهای شیمیایی بسیار زیاد از این بسترهای سیال استفاده میکنن به خاطر ویژگی‌های خوبی که دارن. میخوام در مورد ویژگی‌های خوبشون، یعنی جورایی مزایاشون صحبت کنیم و بعد از اون معایبشون رو بگیم. تمرکز اصلیمون هم بیشتر ویژگی‌هایی که میگیم بسترهای سیال راکتوریه، چون میدونید که بسیاری از عملیاتی که استفاده میشه توی فعالیت‌های شیمیایی و بستر سیال هستن معمولا توش واکنشی هم وجود داره و عملا با یک راکتور یا فلودایز بد راکتور سر و کار داریم. خب در مورد اینا با هم صحبت کنیم. ویژگی های مثبتشون، جریان یک، جریان ملایم و مایع مانند ذرات اجازه میدهد که عملیات به طور ساده کنترل شود. مثلا در مقایسه با فیکس بد، به خاطر روونی و سیالیت ذرات کنترل عملیات معمولا راحت تره. دو، مخلوط شدن سریع جامدات و ذرات شما منتج به شرایط تقریبا همدمایی میشه. مثلا ما اگر راکتور به صورت فیکس بد بسازیم یا فلودایز بد، فلودایز بد به خاطر این مخلوط شدنش انگار یک همزنی داخلشه، یک همدمایی در کل بستر ایجاد میشه و همین شاید باعث میشه که ما راحت تر بتونیم کنترلش کنیم در مقایسه با فیکس بد که ممکنه جاهایی نقاط هات اسپات یا نقاط داغ ایجاد بشه. در مقابل تغییرات سریع شرایط به آرامی عکس‌العمل نشان میدهند خاطر ویژگی سیالیتشون و یک محدوده مطمئن برای جلوگیری از افزایش سریع دما برای واکنش‌های بسیار گرمازا میدهند. یعنی به خاطر این ویژگی که دمپ میکنن رفتار سیالیشون تحریک‌های بستر رو، خب برای واکنش‌های بسیار گرمازا میتونن مناسب باشن. گزینه بعدی، گردش ذرات جامد بین دو بستر سیال متوالی امکان برداشت یا اضافه کردن حرارت رو برای راکتورهای بزرگ فراهم میکنه. چی میخوام بگم اینجا؟ ما خیلی وقتا از راکتورهای سری استفاده میکنیم، سه تا راکتور پشت سر هم به جای یک راکتور بزرگ، و وقتی که این سه تا رو به صورت بستر سیال میسازی، شما میتونید لابلای هر راکتور و راکتور بعدی، یعنی خروجی قبلی و ورودی بعدی، اجرای حرارت بگیری یا بدی و کنترل دمایی بهتری داشته باشی. ویژگی بعدی، برای عملیات مقیاس بزرگ مناسب هستند و در حالت لارج اسکیل خوب جواب میدن. این آخری شاید مهمترین ویژگیشونه. در مقایسه با سایر روش‌های تماس، به طور کلی سرعت انتقال جرم و سرعت انتقال حرارت به خاطر این سیالیت در بسترهای سیال معمولا بالاست و این خیلی محبوبشون کرد. اما خب معایبی هم دارن. برای بسترهای حبابی، اون حالت بابلینگ که در مورد رژیم‌های مختلف صحبت کردیم، برای بسترهای حبابی شامل ذرات بسیار ریز
به دلیل اینکه جریان گاز سخت میشه تعریف بشه و انحرافات زیادی معمولا از حالت جریان پیستونی داریم، ممکنه باعث بهره پایین تماس بشه. 2. مخلوط شدن سریع ذرات در داخل بستر ممکنه منتهی به زمانهای اقامت غیر یک نواخت بشه، یعنی همه ذرات در داخل راکتور زمانهای اقامت یکسان ممکنه نداشته باشن اگر ما مخلوط شدن سریع داشته باشیم. یه سری ذرات بیشتر داخل راکتور میمونن، یه سری ذرات کمتر میمونن و زودتر میرن بیرون. خب این باعث میشه که زمان اقامت اگر واکنشی وجود داشته باشه برای همه قسمت‌های راکتور یکسان نباشه و خب قاعدتا محصولات غیر یک نواخت میگیره، یه جاهایی که زمان اقامت بیشتر بوده محصول بیشتر تولید شده و برعکس. و خب این از ذره کنترل کارو سخت اگر اتفاق بیفته مخلوط شدن سریع. عیب بعدی، ذرات شکننده و توسط گاز به بیرون هم میشوند. یعنی دو تا ویژگی بعد، ممکنه ذرات بشکنن در اثر تماس، دو اینکه ممکنه توسط گاز اصلا از بستر بریزن بیرون اگر شما درست کنترل نکنید و این بعد جایگزین بشه و خب اینی که از ایرادهای این بسترها ممکنه باشه. اینا همه به دلیل طراحی بده. اگر شما اینا رو ببینید طراحی بدی کردید که با این ایوا روبرو شدید. خوردگی لوله‌ها و ظروف به دلیل اصطکاک با ذرات ممکنه جدی باشه. اگر ذره شما ابعادش، هندسه‌اش، شکلش، جنسش طوری باشه و سرعت سیل طوری باشه که یه جورایی خوردگی لوله‌ها بالا بره و ظروف بالا بره، خب این ممکنه مشکلات جدی در بلند مدت برای اون تجهیز شما یا راکتور شما ایجاد کنه. و یک ویژگی خیلی بدی که وجود داره قسمت آخر، عملیات غیر کاتالیزوری در دمای بالا جهت پرهیز از چسبندگی و به هم پیوستگی ذرات نیاز به پایین آمدن دماست و این خب باعث کاهش سرعت واکنش میشه. چی میخوام بگم؟ بعدن خواهیم دید که در مورد اثر دما روی سیالیت حرف بزنیم، دیدیم که دما که میره بالا ممکنه ذرات به هم بچسبن و خب چسبندگی ذرات چیز خوبی نیست. برای اینکه اتفاق نیفته بعد دما رو بیاری پایین. اگه دما رو بیاری پایین خب سرعت واکنشت کم میشه. خب این اتفاق باعث میشه که یه مقداری کنترل کار سخت بشه و این هم یکی از عیب‌های بسترهای سیال اگر چسبندگی ذرات توش ایجاد بشه. پس این هم شد یک نمونه هایی از مزایا و معایب. ولی به طور کلی مزایای بسترهای سیال به معایبش میچربه و شما میتونید با یک طراحی درست هیچ کدوم از این عیبا رو نداشته باشید و در این حال از بسیاری از مزایاش برای اون راکتور یا اون بسترتون استفاده بکنید. خب ما چون انواع حالت‌های تماس و رژیم‌های سیستم‌های گاز جامد دیدیم، از حالت فیکسش گرفته تا فلودایز، مینیمم فلودایز، بابلینگ، اسلاگ، درهم و غیره، خب با هم یه مقایسه‌ای هم داشته باشیم از منظرهای مختلف. مثلا از نظر توزیع دما فرق بسترهای مختلف ارائه شده تو قسمت‌های قبل چیه؟ اگر بستر شما از نوع ثابت باشه، یعنی فیکس بد باشه، اون حالت اول از اون حالت‌های هشتگانه، از نظر توزیع دما به مشکل می‌خوریم. این جایی که انتقال حرارت بالا باشه و حرارت بالا باشه ممکنه اختلاف دمای زیادی صورت بگیره. خب بستر ثابته و انتقال حرارت ضعیف بین خود درون بستر در مقایسه با حالت همزده و سیال و این اختلاف دمای زیاد ممکنه باعث مشکلاتی بشه. اگر بستر متحرک باشه، حالا بسته به میزان اون متحرک شدنش، اختلاف دما به وسیله جریان سعی گاز میتونه کنترل بشه و با گردش کافی ذرات حداقل بشه. اگه به حالت حبابی یا درهم برسیم، به خاطر ویژگی های این بستر که به خاطر سرعت بالای سیال هست، دما تقریبا در طول بستر همگون و ثابته و بستر سیال سری و حمل بادی همسو هم این ویژگی از نظر دما داره. افزایش دما در جهت جریان ذرات میتواند با گردش مناسب ذرات حداقل شود. پس مشخصه که هر چقدر گردش ذرات و سیالیت کنترل شده تر و بهتر، توزیع دما مناسب تر، آن چیزی که میخوای ایجاد میشه و برعکس در بسترهای ثابت اتفاق نمیافته. این از بحث دما. از نظر نوع ذرات به چه صورت هستن این بسترها؟ در بسترهای ثابت معمولاً توصیه میشه که از ذرات درشت و یک نواخت استفاده بشه. به بسترهای فیکس بد با کنترل دمای ضعیف ممکن است البته به هم بچسبن و راکتور رو مسدود کنن. در بستر متحرک بهتر نسبتاً درشت و یک نواخت باشن.
اندازه بالا به وسیله سینتیک های سیستم گردش ذرات و اندازه پایین وسیله سرعت سیاله در راکتور ثابت میشه. بستر سیاله که حبابی باشه، خب تو این حالت توزیع اندازه وسیع و ذرات ریز بیشتر امکان پذیر است و خوردگی بستر و خطوط لوله، خرد شدن ذرات و حمل آنها ممکنه جدی باشه به خاطر ویژگی های این بستر. اگر از نوع حالت آخر باشیم، معمولا ذرات ریز استفاده میکنن. اندازه بالا اگه باشه، بزرگتر باشه، معمولا به وسیله حداقل سرعت تعیین میشه اون میزانش و تو این حالت هم فرسایش تجهیزات و خرد شدن ذرات به خاطر ویژگی هایی که داره و سرعت بالاست معمولا شدیده. از منظر افت فشار چی؟ اگر بستر ثابت باشه، افت فشار به دلیل اندازه درشت ذرات خیلی مشکل جدی نیست، چون معمولا تو بسترهای ثابت از اندازه درشت استفاده میکنیم و کلا توی حالت فیکس بده ذرات درشت افت فشار بالای ما توی واحدامون نداریم. اگه بستر متحرک باشه، یه حالتی بین از نظر افت فشار بین بستر ثابت و سیال هست. اگه حالت سیال حبابی و درهم باشه و بستر ما عمیق باشه و طولش زیاد باشه، افت فشار معمولا بالاست و یکی از ویژگی‌های منفی این نوع بستر هاست. و خب افت فشار هم اگه بالا باشه، شما برای تأمین اون فشار از دست داده بعد انرژی بالایی در ورودی بستر یا جاهای دیگه بستر مصرف کنید. برای بسترهای سیال سری و حمل بادی هم اگر ذرات ریز باشه افت فشار کمه، اما اگر ذرات درشت باشه افت فشار شما قابل ملاحظه است. این هم یه دید گرفتیم نسبت به فرق افت فشار این نوع رژیم ها و تماس های مختلف سیستم های گاز جامد. و در پایان در مورد انتقال حرارت این بسترها با هم صحبت کنیم. اگر بستر ما ثابت باشه، فیکس بد باشه، معمولا انتقال حرارت و تبادل کمه و خب شما مجبورید برای اینکه این اتفاق و کنترل دمایی رو به دست بیاری باید مبدل با سطح زیاد استفاده کنی و خب این هزینه بره و در حالت لارج اسکیل و افزایش مقیاس یک عامل محدود کننده است. اگر بستر متحرک باشه، باز هم تبادل کمه ولی به دلیل ظرفیت حرارتی بالای ذرات ممکن حرارت منتقل بشه و گردش خوب ذرات تو این قضیه رو تشدید کنه. در بسترهای سیال حبابی و در هم به طور کلی مخصوصا در هم تبادل حرارت خیلی خوب و بالاست و گردش خوب ذرات هم باعث میشه که مشکلات حرارتی ما کمتر داشته باشیم. و در حالت بستر سیال سری هم یک حد واسطی بین بستر سیال و متحرک هستش، یعنی این دوتا هستش. این هم از ویژگی های انتقال حرارت. پس در حالت های مختلف یک مقایسه کردیم بین این انواع بسترها، انتقال حرارتشون، فشارشون، افت فشارشون، خوردگیشون، ذراتی که ایجاد میشه و چیزهای شبیه این، تا دید بگیریم کدوم بستر کجاها ممکن استفاده بیشتری داشته باشه. البته در ادامه مفصل‌تر تو فصل‌های آینده در مورد این مباحث با هم صحبت خواهیم کرد. یه چند تا کاربرد صنعتی هم برای بسترهای سیال مثال بزنیم و بحث کنیم و فصل رو به پایان ببریم. به طور کلی خدمتتون گفتم فلودایز بدها بسیار در صنایع و واحدهای شیمیایی ما استفاده میشن. کجاها استفاده میشن؟ عملیات فیزیکی، شکست هیدروکربن ها، احتراق و خاکسترسازی، تبدیل به کربن و گاز، کلسینیشن، واکنش های همراه با جامدات و بیوسیالیت. اینا مثال های مختلفی هستن که شما هر کدوم از این کیوردها رو تو اینترنت سرچ کنید براش فرایندها و مقالاتی میاد که میبینید در جای جای اون عملیات بسترهای سیال حضور دارن. من یکی از فرایندهای شیمیایی معروف رو میخوام خدمتتون معرفی کنم که توش از بسترهای سیال استفاده میشه. اونم FCCه. FCC یک فرایند خیلی مهم در پالایشگاه های ماست که بهش میگن فرایند شکست کاتالیزوری سیال یا فلوید کاتالیتیک کرکینگ، چه FCC. چه اتفاقی میفته؟ یکی از مهمترین واحدها و فرایندهای تبدیل کاتالیسی در جهانه. این کارش اینه: مواد سنگین و کم ارزش نفتی رو تبدیل میکنه به مواد سبکتر، میشکنشون، مواد سبکتر و با ارزش تر. و شکل شماتیک این فرایند بهم دقت کنید، توش سه راکتورهایی هستن که حالا اسمای مختلف دارن ولی ماهیت رفتاری داخل این راکتورها از جنس سیالیت و سیستم‌های گاز جامده، چیزایی که در موردش توی اسلایدهای قبل صحبت کردیم.
از میان سه نوع واحد شکستی کاتالیستی، سه نوع معروفش که فیکس بد و بستر متحرک و بستر سیاله، معمولا دیده شده که توی اکثر واحدهای دنیا تکنولوژی های مبتنی بر بستر سیال از لحاظ عملیاتی پیچیده تر و از مزایای ویژه‌ای نسبت به حالتهای دیگه برخوردارن و بیشتر دیده شدن. ما توی این فرایند برش های سنگین در مجاورت کاتالیست رو، اینا دانه های کاتالیست هم، به محصولات سبک و کوک تبدیل میکنیم که کوک موجود بر سطح کاتالیست رسوب کرده و در قسمت احیا ریجنریتور سوزانده میشه و بخشی از انرژی فرایند رو تامین میکنه. خب یه توضیح کلی در مورد FCC دادم و خواستم بگم که یه مثال معروف برای بسترهای سیاله و توش دانه های جامد در مقابل گازها و سیالها قرار گرفته و بسته به سرعت هر کدوم از این بسترها و ویژگی های اون ذرات ممکنه هر کدوم از اون رژیم های سیالیت رو ببینید و طراحیش ممکنه پیچیده ترم بشه بسته به نوع تماسی که ایجاد میشه. پس یه نمونه خدمتتون گفتم، حتما تو اینترنت سرچ بکنید، نمونه های دیگری هم وجود داره برای فرایندهایی که در داخلشون یه تجهیز یا چند تا تجهیز به صورت بستر سیال کار میکنن، حالا چه حالت واکنشی چه بدون واکنش. خب ما توی این فصل دید کلی نسبت به چیزی که میخوایم توی فصلهای آینده یاد بگیریم پیدا کردیم. گفتیم که میخوایم در مورد فناوری ذرات صحبت کنیم، اتفاقی که برای ذرات داخل یک بستر سیال میافته و پدیده سیالیت رو بحث کردیم اول. مزایا و معایبش رو گفتیم، انواع تماس ها، کاربرد صنعتی و یک مثال معروف. پس کاری که ما داریم در ادامه میخوایم انجام بدیم بسته به نوع رژیم و تماس گاز جامدمون در مورد ویژگی هایی که برای این ذرات اتفاق میفته، انواعشون، توزیع اقامتشون و رژیم های سیالی که ایجاد میکنه، حبابی که ایجاد میکنه، روابط تجربیش میخوایم با هم صحبت کنیم تا در نهایت بتونیم یک بستر سیال و چه از نوع راکتوری چه غیر راکتوری طراحی کنیم. قطعا این وسط مباحث انتقال جرم و حرارت هم در فصل‌های مجزا می‌پردازه. فصل دوم می‌خوام در مورد سیالیت و رژیم‌ها و البته با تمرکز بر ذرات نکات بیشتری رو تو این فصل خدمتتون بگم. عناوین مطالبی که گفته میشه به این صورته: ابتدا یک مقدمه میگیم، بعد در چند حالت بسترها رو بررسی می‌کنیم، یکی بسترهای ذرات ثابت و بعد بسترهای سیال. در حالت ذرات ثابت خب اول در مورد خصوصیات ذرات صحبت میکنیم و یه سری ویژگی ها میگیم در مورد کرویت و بحثای شبیه اون، بعد محاسبات و افت فشار رو میگیم و فضای توهی و به هر حال پارامترایی که لازمه برای اینکه این بسترها رو بشناسیم، و بعد اینکه بستر سیال میشه صحبت میشه و اینکه از یک حداقل سرعت سیالیت شروع میکنیم که باعث میشه استارت سیالیت بخوره و مفاهیمی و اصطلاحاتی مثل سرعت ظاهری بیان میشه، اثر فشار و دما بر رفتار سیالیت ارائه میشه. بعد از اون طبقه بندی ذرات رو خدمتتون میگیم. یک طبقه بندی خیلی معروفی هست به اسم روش گلدارت که ذرات رو بر اساس یک معیاری تقسیم بندی میکنن، حالا در موردش صحبت میکنیم. سیالیت همراه با حمل ذرات و بحث سرعت حد مبحث بعدی ما خواهد بود. در حالت درهم با هم صحبت میکنیم، سیالیت درهم بهش میگن زمانی که ما به حالت آشفتگی میرسید، حمل بادی ذرات و طرح رژیم های سیالیت آخرین مطالب این فصل خواهد بود. این فصل یکی از فصل های طولانی ما هستش و شاید یکی از مهمترین فصل ها که اصلی ترین مطالب توی مباحث مختلف داره گفته میشه تا دیدمون نسبت به ذرات و خواص و سیالیت رژیم های بسترها یه ذره بهتر و کامل تر بشه. خب با یک مقدمه شروع میکنیم. اولین چیزی که ما باید بدانیم اینه که زمانی که بستری از ذرات جامد توسط سیالی با جریان به سمت بالا معلق نگه داشته میشود، بستر میتونه به صورتهای مختلفی بسته به اون سرعت سیاله و یک سری پارامترهای دیگه رفتار کنه. ممکنه سیال شده ملایم باشه، ممکنه حبابی بشه، ممکنه لخته‌ای بشه، ناودانی بشه و غیره. یه چیزایی در مورد این حالت‌های مختلف توی فصل قبل گفتیم، خیلی خلاصه وار و بیشتر می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. پس این فصل در برگیرنده این رژیم‌های که بهشون میگن رژیم، این رژیم‌های جریانی هستش.
قبل از اینکه وارد اون بحث بشیم، ابتدا باید در مورد خصوصیات ذرات جامد داخل اون بستر نکاتی بدونیم و بعد رفتاری که در بستر ایجاد میشه که مجموعه ای از سیال و ذرات رو بررسی بکنیم و این میشه خلاصه ای از مطالبی که میخوایم تو این فصل با هم یاد بگیریم. خب با بسترهای ذرات ثابت شروع میکنیم و خصوصیات ذرات در ابتدا خدمتتون گفته میشه. زمانی که بستر ما حالت ثابت داره، سیالیت نرسیده، قبل از اینکه یه سری نکات گفته بشه، اول باید در مورد خود ذرات صحبت بشه. ذرات به طور کلی از دید هندسی یا کروی هستند یا غیر کروی. یعنی ما تمام حالتهای غیر کره رو بهشون میگیم غیر کروی، که میتونه حالتهای مختلفی به خودش بگیره، استوانه‌ای باشه، تخم مرغی باشه، مدادی باشه، تخت باشه. به هر حال من به همه اون دسته ها همشون میگم غیر کروی و یک دسته دیگه میذارم حالت کروی که حالت ایدئال منه. در حالت ذرات کروی که کاملا شکل ذرات کروی هست، ما به راحتی میتونیم ابعاد و اندازه گیری کنیم، چون یکی از مهمترین پارامترهایی که توی بسترها برای محاسباتشون نیاز داریم ابعاد هندسی ذراته و اگر کروی باشن به راحتی با دانستن یک قطر میتونیم متوجه بشیم که اون کره چه سطحی داره، چه حجمی داره، چه اندازه‌ای داره الی آخر. یعنی ذرات کروی دردسرشون قاعدتا خیلی کم داره. اما واقعیت اینه که بیشتر مواقع ما با ذرات غیر کروی سر و کار داریم. زمانی که ذرات غیر کروی میشن، ما نیاز داریم یک پارامتری تعریف کنیم به اسم دی اسفر. و البته پارامترهای دیگه هم تعریف میکنیم، اما اولین پارامتری که تعریف میکنیم میگیم بهش دی اسفر یا دی کره، که حالا برای محاسبات مختلف نیازه و به این صورت. دی اسفر عملا تعریفش اینه: قطر یک کره‌ای معادل با حجم ذره. مثلا فرض کنید که من ذره‌ام غیر کرویه و هندسه‌اش یک هندسه مکعبیه، یعنی یک ذره حالت مکعب دارم. حالا مثلا مکعب مستطیل یا مکعب معمولی که همه وجهاش مربع هستن. من اگه برای مکعب بخوام دی اسفر تعریف بکنم، عملا باید حساب کنم که یک کره‌ای که هم حجم با مکعبمه پیدا بکنم، یعنی حجم مکعبمو حساب کنم، مثلا میشه 6 متر مکعب. میدونید که حجم مکعب فاصله ضرب 3 تا یالشه، یعنی یک یالش به توان 3 اگه برسه، مثلا بهش بگیم آسه، میشه حجم مکعب. فرض کنید حجم مکعب من شده 6 متر مکعب. خب حالا میگم یک کره معادل با این در نظر میگیرم تو ذهنم به صورت انتزاعی، که خب 4 سوم پی آر 3 ما میدونیم حجم کره است و اون قطر یا اون شعاعی که معادل با این حجم مکعب میشه رو بهش میگیم دی اسفر یا آر اسفر. و این اولین پارامتریه که ما باید بدونیم. یه جورایی یادتون باشه هدف از این کارا اینه که ما اگر ذراتمون کروی باشه، خب کروی ان، اگر غیر کروی باشه میخوایم یواش یواش به سمتی بریم که معادل سازی کنیم ذرات غیر کروی و با کروی. پس داریم پارامترهای معادل تعریف میکنیم، یعنی فکر میکنیم شبیه کره است. اگر میخواستی مکعب با اون حجم یه کره بشه، اون کره چه قطری داشت، به اون میگیم دی اسفر. این یه پارامتر. یه پارامتر دیگه هم تعریف کنیم به اسم ضریب کرویت. ضریب کرویت چیه که با فی نشونش میدن، فی اس، میشه سطح اون کره به سطح اون ذره، اون کره ای که معادل حجم ذره گرفتیم. یعنی شما اون کره ای که حساب کردید، تصور میکنید یه کره 6 متر مکعبی داریم، هم حجم اون ذره مکعبی من که 6 متر مکعبه، حالا سطح اون کره رو حساب میکنم، به سطح این، یعنی سطح جانبی این در واقع ذره خودم که کره نیست تقسیم میکنم و به این میگن فی اس. قاعدتا فی اس برای خود کره ها یک میشه، یعنی اگه خود ذرت واقعا کره باشه، خب کره به کره تقسیم میشه، میشه یک. اما برای اکثر ذرات ما چون کروی نیستیم، بعد فی اس رو حساب کنیم و یک عددی کمتر از یک میشه. یعنی همواره فی اس یک عددی بین 0 و 1. هیچ ذره‌ای وجود نداره که سطح معادل کرهش از خود کره بزنه بالا. بیشترین
سطح و کره داره توی حجم یکسان. پس ما یک پارامتر دیگه هم تعریف کردیم به اسم ضریب کرویت که حاصل تقسیم سطح ها هستش زمانی که معادل سازی میکنیم با کره ها، و اگه برای خود کره ها حساب کنیم خب قاعدتا یک میشه، غیر کره کمتر از. خب اگه ضریب کرویت رو برای اشکال هندسی مختلف بخوایم حساب کنیم، میتونیم یه جدولی مثلا من به شما بدم که یه چند نمونه ببینیم ما برای پارتیکل های مختلف توی شکل های مختلف بیاییم با هم ضریب کرویت یا همون اسفرسیتی بهش میگن حساب کنیم. خب اگه ذره خودش کره باشه که گفتیم پیس میشه یک، و دیگه سایر ذرات زیر یک، مثلا برای مکعب میشه مکعب حجم، حجم با مکعب هم حجم با کره معادل میشه 81 صدم. برای استوانه، استوانه ای که ارتفاعش و در واقع قطر سطح مخدهش مساوی باشه 87 صدم، اگر ارتفاعش 1/5، اگر ارتفاعش 5 برابر d باشه 7/10، اگر ارتفاعش 10 برابر d باشه 58 صدم. دقت کردید؟ هر چقدر استوانه من ارتفاعش بیشتر میشه، به عبارت دیگه استوانه هر چقدر درازتر میشه ضریب کرویتش کمتر میشه. برای صفحات حالت دیسک ما میتونیم توی شرایط مختلف اچ و دی حساب بکنیم، مثلا برای یک سری مواد معروف صنعتی مثلا کربن فعال یا سیلیکا ژل، به طور کلی دیگه چون خود کربن فعال ها هم شکل مختلف هندسی دارن، سیلیکا ژل ها هم همینطور، اما به طور کلی داده ها نشون میده که معمولا بین رنج 0.7 تا 0.9 ضریب کرویتشون. برای زغال سنگ، برای گرد، برای شکلهای مختلف چوب پنبه، شن، الی آخر من اینجا براتون نمونه هایی گذاشتم، مثلا برای دانه های گندم یک شکل خیلی خاصیه 85 صدم، یا پوت های مربوط به تنگستن و چیزهای دیگه. عملا ما میتونیم ضریب های کرویت مختلف حساب کنیم و این جدول رو مثلا میتونیم یه دیده بهمون بده که چه شکل هایی ضریب کرویتشون بیشتر نزدیک یک، چه شکل هایی یه ذره از یک فاصله داره. پس اینم شد یک نمونه ای از محاسبات شکل‌های مختلف هندسی و مواد مختلف موجود در عملیات ما که بتونیم فی اس حساب کنیم. با داشتن اطلاعاتی که تو الان گفتیم، حالا میتونیم برای یک بستر صحبتامون رو مطرح کنیم. بستری از ذرات غیر کروی در نظر میگیریم و هدفمون اینه که این بستر ذرات غیر کروی رو معادل سازی کنیم با یک بستری از ذرات کروی. واقعیت اینه که بستر ما ذراتش غیر کروی هم، اما میشه به کمک مخصوصا اون پارامتر فی اس تصور کنیم که ذراتمون کروی میشن. همه روابط رو بعد یک اصلاح توش انجام بدیم. البته پیش‌شرطایی داره. بستری از ذرات غیر کروی با قطر دی افکتیو که توضیح میدم چیه، به صورتی که با بستر کروی دو تا ویژگی یکسان داشته باشه: یک، مساحت سطح کل یکسان، دو، نسبت فضای تهی یکسان داشته باشه در نظر می. یعنی اولا باید در نظر بگیریم که اگر می‌خوایم معادل سازی کنیم یه بستری رو با یه بستر دیگه، بعد ویژگی‌هاشون مثل هم باشه. مهمترین ویژگی‌ها مساحت سطح کل یکسانه و نسبت فضای تهی یکسان. حالا نسبت فضای تهی چیه که با اپسیلون نشونش میدن؟ اولا نسبت فضای تهی به فضای کل بسترته. اگر یک بستری توش اساساً ذرات جامد نباشه، قاعدتا نسبت فضای تهیش 100% یکه در اصطلاح، و اگر کاملا از ذرات جامد پر شده باشه که خب نمیشه این کارو کرد، ولی تصور کنید که کاملا جامد باشه، فضای تهیش میشه 0. واقعیت ریزی بین 0 و 1. مثلا نصف بستر از ذرات جامد پر شده، فضای تهی 50%. 60% بستر از ذرات جامد پر شده، فضای تهی 1 منهای 60%، یعنی 40%. خب اگر این ویژگی‌ها رو داشته باشیم، ما میتونیم دی افکتیو تعریف کنیم یا قطر مؤثر. به این صورت قطر مؤثر میشه فی اس، که فی اس رو برای ذرات غیر کروی حساب میکنیم ضرب در دی اسفر، یعنی قطر کره. با این کار میتونیم روابطی که توش دی اسفر داره رو جایگزین کنیم با دی افکتیو با ضرب کردن در فی اس، و تصور کنیم که یک کره است که یک اصلاح توش صورت گرفته، اصلاح فی اس. اگر خود کره باشه فی اس 1 میشه، بنابراین همیشه ما دی افکتیو اون یه چیزی کمتر از دی اسفر. همینطور میتونیم سطح مخصوص تعریف کنیم. سطح مخصوص دو تا، یکی برای یه ذره که با آپریم نشونش میدن،
surface of a particle تقسیم بر حجم پارتیکل معادل بر اساس کره مخرج میشه پی دی 3/6، صورت میشه پی دی 2 با اصلاح فی اس، در واقع میشه 6 تقسیم بر فی اس ضرب در دی اس. و همینطور برای کل بستر تعریف میکنن که با آ نشونش میدن، میشه سطح همه ذرات، اینجا پارتیکلز جای پارتیکل اومده، و توتال والیوم اف پارتیکلز این د بد میشه 6 ضرب در 1 منهای اپسیلون تقسیم بر فی اس ضرب در دی اس. این ویژگی ها آ پریم و دی افکتیو، به خصوص آ و دی افکتیو، خیلی کمک میکنن که ما بتونیم یک بستری از ذرات کروی و محاسباتش انجام بدیم و انگار تو ذهنمون معادل سازی کردیم با ذرات کروی. خیلی مشخص هم هست که تنها اصلاح این روابط وجود فی اس، فی اس، فی اس و فی اس. و اگر ذرات ما خیلی غیر کروی باشن، مثلا فی اسمون نیم باشه، خب تمام اینا یک نیم میخوره و اختلاف فاحشی داره با یک بستر کروی. و هر چقدر ذرات ما واقعا به شکل کروی پر باشن، یعنی معادل سازیش خیلی تغییر ایجاد نکنه، خب فی اس هم به سمت یک میره و این روابط همه فی اس شکل میشه. تصور کنید اساسا حالت ایدئال کل ذرات کروی خالص، این آپریم میشه 6 تقسیم بر دی، آ میشه 6 در 1 منهای اپسیلون تقسیم بر دی، دیگه دی افکتیو هم لازم نداره تعریف کنید چون دی اسفر دیگه ضریب 1 میخوره بهش. پس اینم نگاه کل بستر.